kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandım, pes etmem, kılıcımı kuşandım, savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Senin intikam peşinde, bense ellerinin boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli kişiyim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalbim, inadımdan öpeyim. Are میدونم کاری که کردیم اشتباه بود. ببین مثل بچه ها. خیلی خوب، معذرت میخوام. باشه عزیزم، فردا میبینمت. خدافظ. همه چیو حل کرده؟ آره مطمئنم خودبرم خونده. وای پلین، مگه تو اون قهوه ها رو نمیخوری؟ نکنه میریزی زمین، چون هنوزم داری چرت و پرت میگی. گفته همه چیو گفته. گفته این یه بازیه، این یه عروسی واقعی نیست. همون موقع هم که داشته مامانشو آروم میکرده ما پریدیم وسط. آفرین، یعنی ما همه چیو خراب کردیم. بیچاره واقعا دوستش داشته. اگه دوست نداشت نمیکرد مگه؟ نه آسون نیست، به خاله ملیحه گفته. تازه اون همه تدارک دیده. آره، بود میتونست نگه، مثل یه عروسی واقعی پیش ببرتش. حتی میتونست فردا صبحش بگه. این کارو نکرده چون به پلین فکر میکرده. برای اینکه پلین جونش ناراحت نشه. عجب دوست داشته. خیلی دوستش داشته. دیوونه بار دوستش داشته. ای بس کنید دیگه، آخه چرا اینطوری دارین میگی؟ مگه من کاری نکردم؟ مگه من دوستش نداشتم؟ من به خاطر اینکه اون رستورانش رو از دست نده مطبمو فروختم، همه چیزمو گذاشتم. چی کار کردی؟ حالم داره به هم میخوره. این چی کار کرده؟ گفت فروخته. چی رو فروخته؟ مطبشو گفت. خسته نباشید آقا بلند. شبتون بخیر، خسته نباشید. عجب شبی بودم شم. تو عمرم اینقدر خجالت نکشیده بودم. اصلا شبیه اونایی که خجالت کشیدن نیستی روزگار. منظور چی از این هم؟ خیلی خوشحال به نظر می اومدی، بازیو خیلی جدی گرفته بودی. سینان الان عصبی هستی، به نظر من بعداً در موردش صحبت کنیم. لباس عروس پوشیده بودی. مگه از خودم بود لباس عروس بپوشم؟ چرا داری تیکه میندازی؟ این همه مهمون دعوت کرده بودین، فکر میکنی راحت بری بهش بگی همه چی بازی بود؟ داره کاش میگفتین، کاش اصلا امشبی در کار نبود. خاله ملیحه چی گفت؟ گفت دیگه مادری نداری. نه بابا، فقط به خاطر اینکه این یه بازی بوده دیگه. ها نه، وقتی فهمید با پلین دوستم، اونو که زود فراموش کرد. انکار میکردی؟ به خاطر همین میگم که خیلی ناراحت شد. انکار نکردم و انکار نمیکنم. بعد از این نمیخوام تو زندگیم چیز پنهونی داشته باشم، راحت نیستم. هممونم میدونیم اینو. قبلش پلین بود، الانم خانواده‌ام. به خاطر همین رک و پوست کنده به مامانم گفتم چقدر پلینو دوست دارم. زنی که میخوای باهاش ازدواج کنی و دوستاش الان تو کافه نشستن، زنگ بزنم بریم پیششون؟ نه داداش، از دست اونم خیلی ناراحتم. معلومه به خودش نیومده، اگه برم وضع از اینم خرابتر میشه. من میرم خونه بخوابم، خیلی خستم. نجیب، فکر کردم دوباره خوابش میبره، اما اصلا نمیخواد بخوابه. از چشاش معلومه اصلا خوابش نمیاد. اینجور که بوش میاد امشب خواب ندارین گفته باشم. وای خدا نکنه مارال جون. میخوای سوار ماشینش کنم یکم بگردونمش شاید خوابید؟ چی بگم؟ چه خسته ای؟ کل شبو که نمیخوایم بگردیم ها؟ بریم پسرم، بریم. هوا، دخترم، فامیلامون که از اسکی شهر اومده بودن کجا رفتن؟ فامیلا بردنشون شهر دیگه ای پیش خودشون. وای حواس نمونده که برای وای خیلی آبرو ریزی شد ملیحه، چقدر مهمون دعوت کرده بودی. آه
الان دهن مردم رو چجوری ببندی؟ خاله حافظه جون، مامانم به حد کافی اعصابش خورد هست. ببین ملیحه، یه نصیحت خواهرانه میکنم بهت، به این پسر گیر نده، بذار هر کار دوست داره بکنه، شاید خودش از دختره خسته شد ولش کرد. اما اگه به این کارت ادامه بدی به دختره نزدیکتر میشی. نه مامان جان، میخواست ولش کنه خیلی وقت پیش این کارو میکرد. این عشق سیاهه مامان جان، عشق سیاه. ببین ناظرم شرط ببندم این پلینو میگیره. راستم میگی مامان، خوب شد طلاعاتو ننداختی ها، وقتی با پلین عروسی کرد اون موقع میندازیره. سینا نخوابیدی مگه؟ نه مثل این که نخوابیدی، دارم حس میکنم پشت در وایسادی. سینا جون من در رو باز کن دیگه، خواهش میکنم، من اینطوری خوابم نمیبره، لطفا لطفا بیا حرف بزنیم، خواهش میکنم. امروز به حد کافی حرف زدیم، بهتره بری خونتون. یعنی الان تو منو، عشق تو، تموم زندگی تو میخوای بذاری پشت در منتظر بمونه؟ باشه باشه، قبول دارم، میدونم یه کوچولو بزرگش کردم. یه کوچولو ها؟ میخوای یادت بندازم؟ از طرف دوست دختر دوماد به عروس خانم 200 لیر. باشه، مثلا اگه تو جای من بودی و منو با یه داماد دیگه میدیدی اون وقت چی کار میکردی؟ کارتو با مثال زدم واسه من توجیه نکن. چرا؟ به نظر من که مثال خوبیه، جواب بده. نمیتونی بدی. من کاریو که تو کردی نمیکنم. مامانم وقتی فهمید ازدواج ملکی به حد کافی داغون شد، بعدش هم که تو. سینا راستشو بگو، چیز بدی که به مامانت نگفتم ها، راستشو بگو، خواهش میکنم، چیزی نگفتم. نه میخوای یادت بندازم؟ نه نه، یادم افتاد که چی گفتم. میشه بیام تو راحت تر حرف بزنیم؟ خواهش میکنم. از دست دستبانیم، معذرت میخوا. این دفعه دیگه گول قیافه مظلومتو نمیخورم. واقعا خیلی پشیمونم. سینا حالم بده، حالا تهوع دارم، الان میارم بالا. اگه واسه این میگی که بیای تو. نه 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 نه، واقعا میگم همه چیه رو یه هم خوردم واسه اونه، واقعا دارم بالا میارم. بیا تو برو. رزگار خونه است؟ نه.
من دیروز چی کار کردم؟ عجب وقت شناس، صبح زود بیدار شده دوش میگیره، معلومه چایم دم کرده. ایچ قدیر شد. نمیزنه باش. آی چی کار میکنی؟ مجازاتت میکنم. خواهش میکنم، اون گردنبند خیلی برام ارزش داره. لطفا اگه حرف نزنی گردنبندتو پس میگیری، اما اگه حرف بزنی دیگه نمیبینیش. احتمالش هست گردنبند دست روزگار باشه. هیچی توش نیست. صبح بخیر. صبح بخیر. دنبال چی میگردی؟ چیزه یا تیشرت میخواستم، دیشب لباسم کثیف شد. آه، اینجور که تو داشتی کمدای روزگار رو میگشتی فکر کردم دنبال سرنخهای جدیدی. از دست تو سینان، منم فکر کردم چی میخوای بگی. حالا پیدا کردی؟ سرنخ چی عزیزم؟ در مورد من چی فکر میکنی تو آخه؟ تیشرتو دارم میگم، پیدا کردی یا نه؟ آی نه، آی نمیخوام دیگه، الان میرم خونه یه جوری تحمل میکنم، اشکالی نداره، خوبه، هر جور راحتی باشه. نه با دخترا قرار داره، نه فلان جا کار داره، من میدونم دیگه رضا، هرچی زیر سرمون آشپز است. ببین رضا، فردا که این دختر اومد گفت مامان بابا من با این پسر ازدواج کردم، نگی بهت نگفتم، اون موقع دیگه کار از کار گذشته. من دارم میرم. کجا داری میری ها؟ رستوران، میرم همه چی حل کنم. رضا نگو که میخوای بلایی سرش بیاری ها. چقدر صبر کنم؟ بلایی نمونده که سر دخترمون نیومده باشه. نکنه میخوای بکشیش رضا؟ آخ چه کشتنی بابا. رضا بهم قول بده که کشتن و اینا تو کار نیست عزیزم. هر کی بشنوه فکر میکنه من احمقم. هر کی هم بشنوه فکر نمیکنه کار تو باشه. نکنه فکر کردی بزرگ آدانایی آقا رضا ها؟ آخ عجب گیری افتادم زبیر. زبیره؟ ها اون بیچاره رو که انداختی بیرون. حواس بر آدم نمیذاری که. الان اینم تقصیر منه رضاره. ها بروشم نمیاره، دلش تنگ شده. آره حالا که عصبانیتت خوابیده رو بیاد. به این راحتی هم نیست، باید یکم التماس کنه حساب کار بیاد دستش. سویچ و ماشین کجاست؟ بالاست دیگه، بود سری بیارش. زود باش عزیزم. بگیر بخور، واسه معدت خوبه. های منو بخشیدی؟ نه. خیلی لج بازی. سرد میشه بخورش. ای سینان این دیگه چیه؟ میخوای مسموم هم کنی؟ خودتو لوس نکن، بخور. اصلا شبیه چای گیاهی نیست. ببینم علفی چیزی ریختی توش؟ بزرگش نکن پلین، چی میخوام بریزم؟ گلگاف زبون زنجبیله. بده به من ببینم. خب باشه، یکم شکر احتیاج داره. آره خب. ببین این برای معدت خوبه، میکروبا رو میکشه، آنتی اکسیدان هم میذاره تو جیبش.
داری به من میگی؟ مثلا من متخصص تغذیه ام، فراموش کردی؟ معلومه که نه، ولی خوب شد یادم انداختی. راستی قضیه این کار چی شد؟ تصمیم گرفتی میخوای چی کار کنی؟ گرفتم. اینطوری بگم که رزوممو میخوام بفرستم فیله، چون شنیدم کارشون خیلی خوبه. پلین جدی ازت پرسیدم. باشه باشه، حلش میکنم، ولی قبلش باید یکم فکر کنم. سینان ها، راستی اون روز میخواستم ازت اینو بپرسم، فراموش کردم. تو از کجا فهمیدی من مطبو فروختم؟ الان میام. سلام، شرمنده، کلیدمو فراموش کردم. دیگه بهش عادت کردم. سلام. سلام. خوشحال شدم مشکلتونو حل کردین. امیدوارم به پلین گفته باشی که چیزی بینمون نیست. هرچند من اون روز همه چیو بهش گفتم، اما مثل این که کافی نبوده. شرمنده، دیروز عجولانه رفتار کردم. اینو میخواستی بشنوی؟ نه، فقط نمیخوام به خاطر من رابطتون خراب بشه، همین. اینجا چه خبره؟ همینجا گذاشته بودمش. کجاست؟ مطمئنم اینجا بود. کمدو به هم ریخته، دنبال چیزی میگشتی؟ سینا نه، من بودم. شرمنده روزگار، پلین تیشرت نیاز داشت، البته بعدش پشیمون شد. عیب نداره، مشکلی نیست. هایی معذرت میخوام، شرمنده هم، همین الان برای جمعشون میکنم. نه نه، مشکلی نیست، مرتبشون میکنم، نگران وایسا. پلین جمعشون میکنم، هیچی نگو. پلین خواهش میکنم، نیازی نیست، خودم جمعش میکنم. باشه بابا، چیزی نیست که، الان جمعش میکنم. اگه بیای تو اتاق من که هیچی، همه جا به هم ریخته است. باشه، خودم جمعش میکنم. پلین بس دیگه. تو چرا اینقدر هول شدی؟ شاید چیزی داری که من نباید ببینم. آره، وسایل خصوصی دارم که نمیخوام ببینی. قانع شدی؟ رئیس بده دستتو ببوسم. ول کن دستمو. به خدا ول نمی کنم، بمیرم هم ول نمی کنم. ول کن دستمو. رئیس با من این کارو نکن، یه دونه بزنی تو گوشم خیلی بهتره، از زندگیم هیچی نمونده، انگار نمیخواد زمان بگذره. چیزی که زیاده زمانه، اون دوست دخترتو ور رو ببر بگردون، دیگه چی میخوای؟ رئیس نگو اینطوری، من تو رو بابای خودم، خونتم مثل خونه خودم دیدم. من آواره خیابونه نکن، خواهش میکنم. میدونی چنانقه از دستت عصبانیم من؟ پدرها بیشتر از هر کسی به پسراشون اعتماد دارن،
کاری که تو با من کردی هیچ پسری نمی کنه. من تو رو مثل پسر خودم می دونستم. حالا فهمیدی؟ فهمیدم رئیس. جانا زبیر حاله چطوره؟ چیزه، نوشته هاتو توی توییتر دیدم، باور کن خیلی ناراحت کننده بود، خیلی ناراحت شدم. چی کار میتونم بکنم؟ بینمون یکم شکرابه، ولی تو که به هم زنگ زدی یکم حالم بهتر شد. صدا چرا اینطوریه؟ نکنه گریه کردی؟ کی؟ من؟ از این سوالت اصلا خوشم نیمد. چه بدونم آخه، صدات یه جوری بود، واسه همین پرسیدم. چیزه؟ راستش من نگرانت شدم، زنگ زدم ببینم چی کار کردی، کجا موندی، چی خوردی. خب همش فکرم پیشت بود. مارالم تو نگران نباشه، مجبور بشم میرم بهترین هتل، بهترین غذاها رو میخورم. من خودم برات غذا درست میکنم و میارم. اینطوری میتونم ببینمت. نه پول زیاد چیز مهم نیست، غذا میخورم. اما حالا که تو داری زحمت میکشی، اون دستپخت خوشمزت هم میخورم. مرال مادم گوری هستی جا. آیا مامان دارم میام دیگه، میبینم ات. باشه خدافز. خدافز. اینم فیش آخر. آقا رضا خوش اومدین. ممنونم. سینا نیست؟ نه هنوز نیومده، امری هست در خدمت. منتظرش میمونه. مشکلی پیش اومده؟ اینجا منتظرشم. اگه چیزی میل داریم براتون بیارم. نه ممنون. خب وضعیتمون چطوره؟ چی بگم بلند؟ موقعی که میخواستیم افتتاحش کنیم بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم هزینه برداشت. اوضاع خرابه. جدی؟ یعنی اوضاع خیلی خرابه؟ صورت حساب اینجاست، یه نگاهی بنداز. راستش درآمد خوبه اما مخارجمون زیاده. اگه اینطوری بخواد پیش بره روزای سختی در پیش داریم. خب سینان با برنده شدنش تو مسابقه باعث شد اینجا یه حرکتی بکنه. مثلا برای امشب یه برنامه‌ای درست حسابی داریم، ولی بازم کافی نیست. مثل اینکه باید هفته‌ای دو سه بار از این برنامه‌ها داشته باشیم تا بشه یه کاریش کرد. من نمیدونم، شاید بیشتر لازمه. صبح بخیر میگم به تمام بینندگان عزیز. داریم به آخر هفته نزدیک میشیم. وجودتون سرشار از آرامش و خوشی باشه. این وقت صبح اینجا چی کار میکنی؟ هی مامان جان نیست اینجا، خونه منم هست. گفتم بیام یه سری بزنم. آخه عزیزم دیشب دخترها گفتن خونه نمیای، مستقیم میری سر کار، برای همین پرسیدم. خب منم همین کارو کردم، رفتم مطب دیدم مریضی ندارم، گفتم بیام خونه یکم استراحت کنم. نکنه کارات خوب پیش نمیره؟ خب معلومه دخترم، بالا سر کارت نباشی همین میشه دیگه. مامان جون همچین چیزی نیست، الان تعطیلات، شکمام که آب شدن، مریض دیگه زیاد نمیاد. حالا اگه اجازه بدی میخوام برم بالا بخوابم. باشه. چه خوب، شب مهمونی، روزم کار، بایدم بخوابی. راستی تو مهمونی چی کار کردین ها؟ بهتون خوش گذشت؟ خب آره، میگم تو مهمونی مگه چی کار میکنن؟ میخوریم، میرقصیم، خوش گذروندیم دیگه. همین. دخترم به مامانت نمیتونی دروغ بگی، میخواستم از دهنت حرف بکشم. مگه نمیخواستی بری بستنی فروشی؟ آی خب بستنی فروشی هم رفتیم، از اون برم رفتیم مهمونی. آی ماما خسته شدم از بس ازم سوال میپرسی. آره فرار کن، فرار کن، روزه آخریه که با اون آشپزی. نگی نگفتی پلین خانوم؟ دختر منو نگاه، این بچه نکنه مرده؟
این چه بس خوابیدنه؟ مامان این چه حرفیه آخه؟ نازم تا صبح نخوابید، اونم داشت میگردوندش، صبح اومد خونه خسته شد. نجیب باشه باشه بریم زود باشه. خدا از دست تو نجیب، با این حالم باز منو خندوندی، خیر ببینی پسر. نجیب مهمونامون دارن برمیگردن، ما هم میریم راهیشون کنیم، دیگه اینکه مامانم پاش درد میکنه، یه سر میریم. سلامت باشین. آها ناظم تو اتاقه، بیدار شده، انقدر خوشگل تو تختش نشسته. شما دیگه برین، من حواسم بهش هست. منو نگاه پسر، ببین یهو اینجا خوابت ببره بچه از گریه تلف میشه ها. نه 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 من الان اونو میبرمش پارک، خواب خودم هم میپره، شما با خیال راحت به کارتون برسین، خیالتون راحت باشه. خیلی خوب میشه، پسرم هم هوا میخوره. خب چی کار کنم؟ یکم هم ماشین پسرم استفاده کنم. آقا رضا اومده، میخواد با حرف بزنه. باشه حرف میزنیم. سلام. سلام. خوش اومدین آقا رضا. اگه میدونستم میایین منتظرتون نمیذاشتم. مهم نیست، منم تازه اومدم. بفرمایید در خدمتم، بریم یه جای خلوت راحت تر صحبت کنیم. جانسو برامون دوتا قهوه ترک میاری؟ کار چطور پیش میره؟ بعضی موقع خوبه، بعضی موقع میگذرونه دیگه. واسه این سوالات ها اینجا اومدی؟ وقتی منتظرت بودم حرفای شریکت رو شنیدم، به نظر میاد زیادم اوضاعتون خوب نیست، به زور مغازه رو اداره میکنن. آره نه همچین چیزی نیست، درسته یه سری کم و کسری ها هست، ولی اینا خیلی چیزای مهمی نیستن. تو اینجا رو دوست داری، اینجا فقط محل کسبت نیست، بیشتر از اینا برات ارزش داره. بله همینطوره. پس نمیخوای که تعطیل بشه؟ مشکل شما چی آقا رضا؟ منظورتون از این حرفا چیه؟ بذار این نصیحتی بهت بکنم، با این طور کار کردن آدم به هیچ جا نمیرسه. میفهمی چی میگه؟ از کی این دختر رو دوست داری؟ نشد، بعد اینم نمیشه. ما مخالفیم، خانواده ای تو هم مخالفن، میخواین چی کار کنین؟ این همه آدم رو ناراحت کنین که چی، خودتون خوشحال باشین؟ از خوشحالی و خوشبخت شدن ما چرا باید ناراحت باشن؟ ببین مثل یه دوست دارم باهات حرف میزنم، برای من خوشحال بودن این دخترم از هر چیزی مهمتره. من برای اداره کردن این رستوران به پول میدم، تو هم از پلیم فاصله بگیر. آقا رضا الان فکر کردین من همچین چیزی رو قبول میکنم؟ والا از وقتی که این همه بلا سر دختره اومده دیگه به هیچی فکر نمیکنم، پلین از همه چی برای مهمتره. برای منم همینطوره، مثل هم فکر میکنیم، پلین مهمه. پسر جان به خاطر تو دختر منو دوزین از زندگیش به خطر افتاد. دیگه همچین اتفاقی نمیفته. نه بابا، هیچ وقت تنهاش نمیذارم، هیچ وقت. آقا رضا دخترتون هر وقت بگه برو میرم، فقط اون میتونه اگه خوشحال نباشه به هم بگه برو. ببینیم تا کی موندنی هستی و چطوری میمونی. میبینیم. عشقم من یکم دیگه از خونه میام بیرون، یه پارک نزدیک خونمون هست، قرارمون اونجا باشه.
خدافه. مارا دختر، این همه غذا واسه چی پختی ها؟ اینا رو جمع جور کردی کجا میخوای بری ها؟ بگو ببینم. چیزه واسه من میبرم. ما که با اونا حرف نمیزنیم. مگه یادت نمیاد از وقتی دوباره شوهر کرد گفت نه من بیام نه تو بیا؟ فراموش کردی؟ نه مامان جان فراموش نکردم، ولی زنگ زد گفت مریضم. داره دروغ میگه، من اونو خوب میشناسم، برای اینکه شکمش سیر بشه به تو زنگ زده. وای مامان تو چرا انقدر بی وجدان شدی؟ دارم میگم مریضه دیگه ای بابا. منو نگاه مارار، نکنه باز داری یه کارایی میکنی. تو که هیچ وقت اون زن رو دوست نداشتی. وای مامان دارم میگم مریضه، خب شاید خدایی نکرده داره میمیره. ماما مگه من میتونم تو اینجور مواقع با کسی قهر کنم؟ آی خواهش میکنم نگو، خیلی ناراحتم کردی. آقا رضا موقع رفتن خیلی عصبانی بود. از اونجایی هم که تو خودتو تو آشپزخونه حبس کردی و مشغول خورد کردن پیاز هستی، معلومه یه اتفاقاتی افتاده. میخوای بگه چی شده یا نه؟ آقا رضا واسه اینکه دست از سر پلین بردارم پیشنهاد پول داد. نه بابا داداش، اینا واقعا با خودشون چی فکر میکنن؟ واسه چی از این پول بهت پیشنهاد میده؟ همچین آدمی نبوده. ببین چقدر به دخترش اهمیت میده. خب الان میخوای چیکار کنی؟ یه فکری تو سرم هست. پیشنهاد پول دیگه چیه؟ اوضاع تو خرابتر از این نشده، باید حلش کنم. آه ببین حلال زده است دیگه، پلینه داره زنگ میزنه. گفته باشم از اومدن باباش حرفی نمیزنی یا باشه؟ نه مگه دیوونه؟ خواستم بهت یادآوری کنم. الو پلین. بلند سلام، ببینم کجایی؟ با سینان تو رستوران ایم، داریم با هم گپ میزنیم. پس سینانم پیشته. من زنگ زدم بابت دیروز، ازت معذرت خواهی کنم. معذرت میخوام. نه بابا این چه حرفیه، تو و سینان خوشحال باشین، برای منم کافیه. بازم ممنونم. پس من میبینم ات. خب به سینانم سلام برسون. سلامت باشی. اینطوری نمیشه که سینان اونجاست، بهتر پیام بدم. پسر این پلین واقعا دختر خوبیه، به خدا راست میگم. اصلا از دستش ندیا، کاری هم نداشته باش مامانش چی گفته باباش چی کار کرده، اصلا مهم نیست، بیخیال. همین کارو دارم میکنم، از این به بعد کسی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. خیلی مهمه، باید باهات حرف بزنم. سینان فهمیده مطب و فروختم. چی شد پسر؟ صورتت عین گچ شد، نکنه فشار رو افتاده؟ نه حالم خوبه. خوبه؟ داداش واسه دعوتی های شب باید خرید کنی، بزن بریم. بریم. باشه باشه پسرم، داریم میریم. بریم پارک، بریم پارک، یکم بگردونمت. خوش خورم بشی، هیجان زدم نچو. بذار ببندمت نیفتی. بذار پسرم. آفرین پسر گلم. بریم بریم. خودی نمیگم بی خیال دختر نشو. بودو حافظه، بودو دنبالش، بودو ببینم. ببین نازم، نگاه کن عزیزم، اینا اسباب بازی هست. یکم دیگه بزرگ بشی تا میتونی ازشون استفاده کنی. وقتی دودن 5 سالت بشه، اون موقع میتونی دوستای خوبی هم واسه خودت پیدا کنی. پسرم دی، به کی داریم میگیم؟ خوابیده؟ آخه پسرم چی میشه تو خونم اینطوری بخوابی؟ اه
منم یکم بخوابم. معلوم نیست چی کار میکنه، مطمئنم یکی از را بدرش کرده. آخ بچه من که از این کارا بلد نبود آخه. ببین تو رو خدا ادا اصولشو. یعنی طرف کیه؟ من باز میکنم. سلام. بیاین تو مامانم بهتون گیر نداده. سری برین بالا. برین باش. ما اومدیم. دارم میبینم. چه خبر آبجی سهیلا؟ والا اینجور که شما ها اومدین معلومه خبرها پیش شماست. یعنی من اگه همینجوری هم بپرسم چه خبر، بعدن بدجوری از پرسیدنش پشیمون میشم. دقیقا، ولی برای من همینطوری نبود. بیاییم بشینیم ببینم. مامان تو که به من گیر دادی، دیگه با این بیچاره کاری نداشته باش. تو رو خدا، کی بیچاره است؟ این جادوگرا بیچارن. اما هرچی که هست، من تو قیافه این دوتا نمیبینم که شما دیشب با هم بودین، مگه نه؟ دلتنگی میبینم. خب آبجی سهیلا، ما پلین رو یک ساعت ندیدیم، دلمون براش تنگ شده عزیز دلم. ولی خب آبجی سهیلا، اگه بدونیم دلتنگیمون گناه حساب میشه، میتونیم جداشون کنیم که دیگه مشکلی هم پیش نیاد. برو عقب‌تر. نموند که دیگه چی بگه. باشه، شما راست میگین. من باور کردم که شما دیشب با هم بودین، ولی بار اول باور میکنم، بار دوم باور میکنم، اما بار سوم. مامان منظورتو کامل رسوندی، ما هم فهمیدیم، همش داری یه چیزی رو تکرار میکنی. بس دیگه، برین برین دختره، برین بالا. فعلا میبینمتون. ما بریم بالا فعلا. برو تو، برو تو. خب پلین جون، از قیافت معلومه یه خبرایه. بگو ببینم با سینا چی کار کردی. زود باش بگو ببینم دیشب با سینا چیا گفتین، چیا حرف زدین. یه جورایی مشکل رو حل کردم. خب پس الان که همه چی حل شده، به نظرم برگردیم به مسئله دیشب. چه مسئله ای؟ چی؟ نه همین بود، چیز دیگه نیست. چطوری داداش فارو؟ خوش اومدین آقا سینا. بفرمایید داداش. بفرمایید. سینانه؟ No, he is not. بلند داره زنگ میزنه. چیزه، موبایل تانته نمیداد به من زنگ زد. جواب بده. نه بابا، منم این بچه هایی که هیچی حالیشون نیست، جوابشو بدم ببینم چی میخواد بگه. موافقی یا نه؟ اصلا به من چه، جواب نده بس اینقدر زنگ بزنه خسته شد. یا میتونیم یه کار دیگه بکنیم. چطوره که تو جواب بلند تو بدی عزیزم؟ انگار نه انگار که ما اینجاییم. دقیقا، قیافتم تابلوی که داری یه چیزی رو از ما مخفی میکنی. آره. چطوره، خوبه؟ به نظر من که عالیه. اینطوری خیلی خوبه. یالا پلین جواب بده دیگه اون تلفنتو. بلند، تو مغازه آناناس داری؟ نه نه، بگیر بگیر. چرا اینطوری میکنی؟ من که همه چی رو بهتون گفتم، چیز دیگه ای نمونده. واقعا همه چی گفته؟ همه چی گفتی؟ پس واسه همینه که مطب تو فروختی که مشکل رستوران حل کنی، مگه نه؟ نکنه بخشی از زندگیت نیست؟ لعنت بهت بلند، منو فروخت. من تا حالا اون رو نفروخته بودم. تا
توف تو ذاتت. میبینی در مورد دوست پسر من چیا میگه؟ به بلند هیچ ربطی نداره. البته بگم با شک تمام تلاشش کرد اما هیچی از دهنش در نیومد. ای نه بابا، پس شما از کجا فهمیدین؟ وقتی مست بودی. های نگو، بعد عروسی رفتیم یه جا قهوه خوردیم، یه چند دقیقه بالا آوردم یادم افتاد، خیلی بد بود. آره ولی فقط همینو فهمیدیم، توضیح بده. باشه باشه میگم، ولی اگه به سینان بگیم باور کنین تا آخر عمرش با هم حرف نمیزنه. الان فکر کردی که چرا تنها اومدیم اینجا؟ آره دخترم، این مسئله خیلی مهمه، ما حواسمون به همه چی هست، حالا بگیم. بله. ای دختر، سینان فهمیده من مطب و فروختم، راست میره چپ میاد، همش سوال میپرسه، سوال. اوف، نمیدونم چی کار کنم. دروغ گفتن یه حافظه خوب میخواد که من ندارم. از هزار تا دروغی که میگم فقط دو تاش یادم میمونه. واقعا دیگه کم آوردم بچه، دارم میترکم. تو میترکی؟ یه کاری میکنیم، تو به بلند زنگ بزن، چون اگه سینا شک کرده باشه مطمئن باش از بلند پرسیده، ما هم اینجوری میفهمیم. بیا بگی زنگ بزن. زنگ بزن. آره دیگه زنگ بزن. الو، گوش میدم. نگو. اوه، از وقتی پیام فرستادی از استرس دارم میمیرم. الان گوش کن، یه نقشه به ذهنم رسید که اگه بگیره دیگه هیچ مشکلی به وجود نمیاد. باشه تو بسپارش به من، خودم حلش میکنم. خیلی خوب، باشه، خداحافظ. سینان، من سری باید برم، چند تا مدارکو یادم رفته بدم به حسابدار، برم اونا رو بهشون بدم، به سرکان بگو بیاد کمکت کنه. خیلی خوب، من دیگه باید برم. باشه، خودم حلش میکنم. خدافظ. باشه. جنرال چیقا منتظرتم. تو چرا آخه رفتی اونجا؟ عزیزم، من بهت گفتم بیا سمت پارک بچه‌ها، اینجا منتظرتم. بیا عزیزم، دیگه منتظرت. آخه چرا من؟ عزیز دلم، کجا موندی؟ باشه، من میام. دارم میام. دختر چند بار بهت بگم خلاف عقاید و اصولمون کاری نکن. وای، همینو کم داشتم. نجیب، بچه خفه شد از بس گریه کرد، زود باش بیدار شو ببینم، زیر آفتاب ولش کردی، بیدار شو. حافظه، حالا نمیتونم بیدار بشم، از تو آشپزخونه یه لیوان آب برام بیار. بیدار شو، مثل احمقا حرف نزن، نازم داره گریه میکنه، گرفتی خوابیدی اینجا؟ زشت، هر کی میره میاد نگاه میکنه، بیدار شو. خاله فدات شه، بیا بریم، بیا بریم پیش مامانت عزیزم، گریه نکن. میگم تو چشمات از من بهتر کار میکنه، نگاه کن ببین مارالو میبینی؟ تو هم که فقط گریه میکنی. گریه تو بکن. پلین، اگه فکر دیگه به ذهنت میرسه خب بگو، منم بدونم. وای بلند، هیچ فکری ندارم. ببین اگه سینان بفهمه عمرن منو ببخشه. خب مثلا منو میخواد ببخشه، تازه بغلم هم میکنه، یه دستی هم به سرم میکشه. عجب گیری افتادیم ما. خب چی میگی؟ فکر میکنی این کارا رو به خاطرمون بکنه؟ به هر حال بهتر میشناسیش. خیلی نمیدونم، نمیخوام الکی هم بهت امید بدم، واقعا نمیدونم. به به، چشمم به جمالتون روشن شد. آب چی جونم، خیلی خوش اومدین، قربونتون. پلین جون، سینان کجاست؟ سینان چیزه، ما داشتیم با بلند در مورد چیزایی صحبت میکردیم. نکنه بینتون شکرابه؟ نه نه عزیزم، چیزی نشده. میشه عزیزم، اگه آدمای بدذات و دورو براتون جمع کنین میشه. خب راستش باید بدونین که آدمای خوش قلبم دورو برمون هستن. آبجی صفیه،
آبجی صفیه، چی براتون سفارش دادم؟ چون با عجله اومدم اول یه لیوان آب میخورم، بعدن چیزی خواستم میگم. خب بگو ببینم چیز مهمی که میخواستیم بگین چیه؟ آخه عجب خوابی کردم. نه نازن پسرم، این ببخشید من اینجا خوابیده بودم، بچه‌م رو اینجا گذاشته بودم، دیدینش؟ نه ندیدم. ببخشید پسر من توی کالسکه بود همینجا، شما دیدینش؟ او اینه. آره کمک کنید، کمک کنید، این زن بچه منو میخواد بدزده، کمک کنید. برم بچه منو میدزدن، کمک کنید. شما بچه دزدار خدا لعنت کنه، خوب شد بیدار شدم، خدا میدونه چی کار میخواستی بکنی. گم شو احمق، این بچه منه. کو بچه توه؟ فکر کردم بچه خودمه. الان بچه من شباهتی به بچه تو داره؟ کالسکه که همون کالسکه است، چرا کالسکه پسر رو نمیگیری واسه بچه تا خیلی؟ به تو شاخه، بخوام قرمز میگیرم، بخوام آبی، دیوونه این چیزی هستی تو؟ دیوونه نیستم، بچه هم گم شده. ای وای. عمو من میدونم چی شده، شما اونجا خوابیده بودین، بعد یه زن اومد بچه تونو برداشت برد. Aşkımı almak elimden, bırakır mıyım sandım,